مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک و شهرام خلی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما هستن با آقای خلی شروع میکنم واکنش بسیار زیاد بود آقای خلی از همین دیشب در شبکه های اجتماعی میشه دید که موافقان و مخالفان چه میگن به نظر شما چقدر حضور در یک همایش اینچنینی که به یاد ندارم در این اندازه سیاسی شاهزاده هیچ وقت سخنرانی کرده باشه تأثیر میذاره روی جایگاه او به عنوان یک فردی که خودش رو فراجناهی میخواد بدونه خدمتتون درود میفرستم چون به فرساد و چون به محمدی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال ببینید اگر بخوایم واقعا از دیدگاه کاملا بیطرفانه در واقع مطالعات ارتباطات به این قضیه نگاه بکنیم و ارتباطی که با مسئله سیاست داره مارشال مکلوان کانادایی که در واقع واضع این نظریه هست میگه که the medium is the message و منظور از این هستش که این رسانه فرای از محتوای اون چیزی که گفته میشه شکل دهنده و تأثیر گذارنده هست بر اون, چه که بر اون پیامی هست که منتقل میشه به شنوندگان بنابراین همونجوری که فرمودید من نگاه کردم ظرف 24 ساعت گذشته حالا بیشتر 48 ساعت گذشته که آیا ایشون برای هیچ جناه دست چپی که در واقع حاضر باشه که به حرف ایشون گوش بده آیا براش صحبت کردن آیا برای مثال ما, ما گروه های چپی داریم چپ میانه ای داریم که به حکومت مشروطه پادشاهی در کشورهای خودشون باور دارن حزب کارگر بریتانیا یک نمونه واقعی این هست احزاب سوسیال دموکرات در نروژ و سوئد اکثریت قاطعشون وفادار به مشروطه سلطنتی هستند ما یه همچین چیزی رو ندیدیم در واقع حالا من برای سابقه تاریخی باید عرض بکنم که شاهزاده رضا پهلوی ما این رو میدونیم شا، شاهدانش وجود دارند و اگر لازم بشه اگر این قضیه به دادگاه حاضر بشه من حاضرم این رو زیر سوگند هم عرض بکنم که با تونی بلر نخست وزیر وقت بریتانیا نه وقتی که ایشون خارج شدن در اون زمانی که هیچ کس ایشون رو در هیچ یک از معادلات سیاسی ایران حساب نمی کرد به صورت خصوصی دیدار کردن ولی امروز ما در دنیای دیگری زندگی می کنیم امروز در دنیای زندگی می کنیم که شاهد ظهور امواج و در واقع ارز کنم به حضورتون تیف های مختلفی از راست هستیم و وقتی که ما این رو توی متن ملاقات ایشون با بنجامین ناتانیاهو بگذاریم به هر حال یک دولت دموکرات هست یک دولت دست راستی هستش که در ائتلاف با راست بسیار رادیکالتر هست و این رو من از زبان خود اسرائیلی ها از زبان راست میانه اسرائیل از زبان کسانی مثل جنرال بازنشسته بنیگنس نقل میکنم وقتی که میخوایم این رو بررسی بکنیم میبینیم که ایشون اومدن در واقع یک خودشون در یک موقعیتی قرار دادن که این جور انتقادها رو از کسانی که فقط چپ میانه نیستند به روی ایشون باز کرده و پرسشی که من دارم این هست ایشون دقیقا در کجا قرار دارند آخرین دکترین ایشون از پیمان نوین اگر بخوایم شروع بکنیم در یک دوران شناسی اخیرتر آخرین دکترین ایشون دقیقا چی هست و این آیا وقتش نیست که ایشون با باز تعریف کردن نقش خودشون به تمام این سردرگمی که ما به خصوص در این 24 ساعت گذشته میبینیم به نوعی که هر کسی از زن خود شد یار من یا دشمن من منجر شده پایان بدن و در واقع تکلیف هم مشروط خواهان و هم جمهوری خواهان رو با موقعیتشون در اپوزیسیون مشخص بکنن آقای محمدی چقدر با این نکته موافق هستید که آقای خلدی هم به شکلی اشاره کرد که میلیوم یا رسانه خودش میتونه پیام باشه بالاخره در خلک زندگی نمی کنیم سخنرانی او هر چقدر هم که خوب و عالی بوده باشه جغرافیایی که در اون صحبت کرده بالاخره روی مخاطبان تاثیر میذاره و این برداشت عمومی رو ممکنه ایجاد بکنه که او گرایش به یک جریان سیاسی خاص داره به طور خاص در این مورد به سمت راست چقدر فکر میکنید که این میتونه تاثیر بذاره به نظر شما روی روی کردی که جامعه ایران به طور کلی میتونه روی اون داشته باشه ببینید رسانه مشخص هست که چه تریبون هر رسانه جهتگیری داره در این شک و تردیدی وجود نداره اما اینجا دو سه تا نکته رو باید روشن کنیم اول اینکه اون کسانی که از فراجناهی صحبت میکنند بحث جناحبندی ها و احزاب سیاسی در کشورهای غربی رو با داستان ایران خلط میکنن ما در داستان ایران امروز بحث چپ و راست نداریم بحث جمهوری خواه بیشتر بیش آنچه که پررنگ هست بحث جمهوری خواه و مشروط خواه هست ما هم در, میان مشروط خواهان هم چپ داریم هم چپ سوسیالیست داریم هم غیر سوسیالیست, هم غیر سوسیالیست در میان جمهوری خواه هم جمهوری خواه هست الان یک چپ سوسیالیستی که میبینه پادشاهش در یک محفل بسیار دست راستی آمریکایی که احتمالاً با بسیاری از ایده های اون مخالف هست داره صحبت میکنه چه برداشت میکنه از اون؟ اون عرض میکنم بنابراین ما این داستان فراجناهی رو باید در کانتکست کنت... از... ایران و در کانتکست کشورهای غربی از هم تفکیک کنیم در خارج از کشور امروز این جناهبندی هایی که وجود داره کاملاً متفاوت هست و صحبت کردن با اینها هیچ به معنای این نیست که شما در فضای سیاسی ایران یا ایرانیان خارج کشور میتونید اینها رو منطبق کنید اینا با هم فاصله داره و دوم اگر برای یک چپ سوسیالیست براندازی اهمیت داشته باشه محور اهدافش اه 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 این باشد که جمهوری اسلامی رو باید برانداخت اون وقت شما با هر گروهی میتونید صحبت کنید اگر جمهوری ها کمک میکنن باید باشون صحبت کرد اگر دموکرات ها کمک میکنن من قبل از این هم گفته بودم در مورد حزب کارگر که اعلام کرد سپاه رو در فهرست تروریستی قرار میده می البته تا حدودی اینها این رو به تعویق میاندازن بعد از پیروزی همیشه همیشه بود مثلا شاهزاده رضا پهلوی پر... بارها به کنگره آمریکا رفته با نمایندگان دموکرات و جمهوری دیدار کرده صحبت کرده در دفترشون رفته کسی انتقادی نداشته ولی آخرین باری که شما مثلا دیدید شاهزاده رضا پهلوی در یک کنفرانس سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها شرکت بکنه کی بوده خب ببینید مهم این است که آیا دعوت کردند یا نه اینکه ما نمیدونیم این رو که آیا گروه های سوسیالیست چپ حزب دموکرات در برنامه هاشون اینها رو آیا آقای پهلوی رو دعوت کردند یا دعوت نکردند اینو بی اطلاع هستیم بنابراین اگر, اگر, اگر یک حزب کمونیستی دعوت بکنه به نظر شما شایسته است که یک پادشاه مشروطه میخواد مال ایران باشه میخواد مال لیختنشتاین باشه میخواد موناکا باشه میخواد بریتانیا باشه حضور پیدا کنه در اون ببینید برای براندازی جمهوری اسلامی مخالفانی که در خارج کشور زندگی میکنند با هر گروهی که در قدرته اونایی که در قدرت نیستن نقشی ندارن خب اونها خیلی اهمیت زیادی نداره ولی اونهایی که نقش دارن در سیاست گذاری همین کنفرانسی که شکل گرفته بود بخش قابل توجهی از سناتورهای مهم سنای امریکا در شرکت داشتن طبعا شما باید برید با اینها صحبت کنید همونطور که باید با سناتورهای دموکرات هم صحبت کنید اگر کسی براش براندازی جمهور اسلامی اهمیت داشته باشه دیگه این خردگیری ها خردگیری های به نظر من بی است که شما با کی صحبت میکنید چون بلافاصله اگر ترامپ پیروز بشه مخالفانی که در خارج از کشور زندگی می کنند اونها با یک دولت دیگری با یک سیاست های دیگری طرف خواهند بود بعد هم صحبت های شاهزاده را اگر متنش رو نگاه کنیم درسته خود رسانه پیام هست اما پیامی هم که در این رسانه ها عرضه میشه اهمیت داره صحبت های شاهزاده به نظر من استدلال های روشن براندازان را رو عرضه میکنه استدلال هایی که شاهزاده عرضه میکنه اصولا مثل نیوکارزواتیف ها نیست دنبال براندازی حمله نظامی اینکه که امریکایی ها بیان این تهمت هایی که به شاهزاده میزنن که ایشون دنبال این هست که امریکایی ها بروند و ایشون رو در اونجا در تخت بنشانند اصولاً شما از این صحبت ها جنس این صحبت ها رو در متنی که عرض شده نداره و نکته آخر ببینید چپ ها از جمهوری خواهان از گروه که باشون مخالف هستند اونها رو راست افراطی مینامند این یک تعبیر بسیار غلطی است برچسب اصلا افراطی معلوم نیست معناش چی هست آیا خانم رشید تلیب و ایلهان عمر که از محو اسرائیل دفاع میکنن اینها بیشتر افراطی هستند یا جمهوری خواهانی که از پیمان ابراهیم دفاع میکنن ببینید اینها تعابیر برچسب بی اهمیت هیچ فقط دعوای می داره داره قدر... به سراغ آقای خلدی هم برم آقای خلدی نکته مهمی است که آقای محمدی اشاره میکنه وضعیت ایران وضعیت عادی نیستش که ما انتظار داشته باشیم پروتکل های دیوان و دربار رو الزاما پادشاه مشروطه مثلا بخواد رایت بکنه از هر فرصتی باید استفاده بکنه برای رساندن پیامش برای مبارزه با جمهوری اسلامی اینطور نیست حتی بعضی از اطرافیان اون از جمله دیروز در همین برنامه گفتن که او با رهبران احزاب چپ هم ملاقات کرده هرچند سندی ارائه ندادن اما گفتن به سری موارد بوده که اونها خودشون نخواستن که عکس و اطلاعات این ملاقات ها دیدار بشه چه اشکالی داره که از این پلتفرم بخواد استفاده بکنه برای رسوندن پیامش هیچ اشکالی نداره جناب فرزاد گرامی مسئله که وجود داره این هستش که آیا انسجام در انتشار پیام به هر برای مثال الان سوسیالیست ها ممکنه که ظرف یک سال آینده هر وقتی آقای ماکرون دست از لجاجتشون بردارند بیان و دولت تشکیل بدن در فرانسه در آن صورت ما وارد یک دوره کوهابیتاسیون یا دوره همزیستی خواهیم شد بین رئیس جمهور فرانسه که راست میانه هست و نخست وزیر فرانسه که به احتمال زیاد چپ میانه ای هستش که حالا جناب محمدی دوست ندارن ما این من این رو بگم شاید برای اینکه میگن برچسب هست که من اصلا تعجب میکنم جناب محمدی با دانشی که من از ایشون سراغ دارم خط و ربط بسیار عالی که در زبان انگلیسی دارن این حرف رو بزنن دولتی که در فرانسه سر کار خواهد اومد پشتیبان قاطعش آقای ملانشون و چپ افراطی خواهد بود اینا به خودشون میگن تروتسکیست دیگه این برچسب زدن نیست جان محمدی عزیز چیزی رو نگید که ما نتونیم به صورت کاملا دقیق و در واقع دانشورانه ازش صحبت بکنیم نه این برچسب ها در پیوستار علوم سیاسی تعریف شده مطالعه شده خود خب شما هم این رو میدونید و لازم نیستش که من به شما یادآوری بکنم اما یک موضوعی که وجود داره مسئله پروپاگاندا هست آقای محمدی از من تجربهشون خیلی در این مورد بیشتر هست برای اینکه مثل خیلی از اونهای دیگه که من خودم مثلا نه ماه به عنوان پژوهشیار در سازمان برنامه جمهوری اسلامی در سالهای 1370-71-72 کار کردم در مجموع نهما نه ایشون که دیگه توی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی بودن خیلی بهتر از من آگاهی دارن که جمهوری اسلامی چه سودی میبره از اینکه بخواد روایت های مختلف به وجود بیاره و این البته موضوع رساله ای من هم هست و با در واقع تشریح روایت همین یعنی الان برای من داشتیم صحبت میکردیم یک لینکی فرستادن که نشون میده بندر رو به خاطر یک مصاحبه ای که با آقای فرهودی انجام دادن در 23 کد کردن دیشب خب این هست این استفاده خواهد شد و اون چپی که ایشون دارن صحبت میکنن از اشار میگن ما برچس نزنیم چپ رادیکال اتفاقا از این بهانه استفاده خواهد کرد برای اینکه اونجایی که در قدرت تعیین کننده خواهد بود اجازه نداره که شاهزاده رضا پهلوی بیاد حرفشو بزنه سوالی که وجود داره برای من اینه اولا من خیلی خوشبختم که مشخصا چون جناب محمدی مشخص نفرمودن وقتی شما گفتید پادشاه مشروط البته ایشون قبول کردن این رو از شما خوشبختم که ایشون مثل من قبول دارن که شاهزاده رضا پهلوی برخلاف اون چیزی که برخی افراد توی توییتر می نویسند ولی از نظر تکنیک حقوق قانون اساسی مشروطه ما پادشاه مشروطه ای ایران هستند مگر اینکه یه دی بیان به اعلام بکنن که بر سر کار اومدن حکومت جمهوری اسلامی قانونی بوده اگر کسی قبول داره که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار اومدنش و سر کار موندنش تا به حال قانونی هست اون امری الهده است ولی اگر ایشون تکلیف ما رو با خودشون به خصوص تکلیف جناه پادشاهی خواه رو مشخص نکنند. برای اینکه به نظر من کماکان جناح پادشاهی خواه و این رو خدمتون ارز بکنم من پادشاهی خواه نیستم من سلطنت مشروط خواه هستم من باقی قائل به این هستم که پادشاه در یک حکومت مشروطه پارلمانی سلطنت می کند نه حکومت و کلمه سلطنت با وجود اینکه کلمه عربی هست در حقوق اساسی ما یک مفهوم خاصی داره همون گونه که کلمات عربی دیگه داره. بنابراین موضوعی که وجود داره اینه اگر ایشون یک دموکراسی ادوکت جناه راست میانه هستن استانداردهای خاص دیگه ای برشون بر رفتارشون در واقع حاکم هست و اگر ایشون پادشاه مشروط هستن استانداردهای دیگه ای حاکم هست و اگر ایشون یک دموکراسی ادوکت یا حامی دموکراسی کاملا بیرنگ و بیطرف از هر جهت هستن باز یک استانداردهای دیگری برش حاکم هست بنابراین اجازه بدید ها رو سریح بپرسیم با همدیگه رو دروایسی نداشته باشیم و بریم سر اصل مسئله ایشون با خودشون چند چند ایشون دق دقیقا کجا ایستادن از پیمان نوین تا منشور من یکی از کسایی بودم که با اون منشور به شدت مخالفت کردن خیلی های دیگه هم مخالفت کردن ولی چون مسئله ای ایران بود انتقاد از ایشون محسوب نشد در صورتی که کمترین انتقاد از ایشون الان مشابه این خوزی. هستش که داغ و هستش امیدوارم بتونیم در یه برنامه دیگه مفصل تر بهش بپردازیم متأسفانه دیگه فرصت این بخش از برنامه به پایان رسیده و من از هر دوتون تشکر میکنم مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک و شهرام خلی استاد فرصتی به من ندادید که پاسخ بدم خیلی کوتاه اگر تو 30 ثانیه چون واقعا بعد برم رو آیتم بعدی بفرمایید ببینید دو, تا مسئله وجود داره یکی اینکه کسانی که از این کلمات افراطی استفاده میکنن باید به ما بگن که منظورشون از افراطی چیه یه کلمه مبهمی است و دوم اینکه اساس اشکالاتی که گرفته میشه در مورد این شرکت شاهزاده در این کنفرانس گیلت بای association شما هر جا برید کناری که عکس بگیرید در یک کنفرانسی شرکت کنید شما رو به اونها وصل خواهند کرد و این اصولا یک مغالطه است ممنونم ممنونم از هر دو شما آقایون